کی بچه دار میشین؟ What's going on guys؟ چطورید بچه فرشا سالت هستم؟ خوش اومدید به دومین ویدیوی سال جدید 1402. بچه بازم عیدتون مبارک، امیدوارم که سالی پر از موفقیت و کلی اتفاقای خفن داشته باشید و به هر چی دلتون میخواد برسید و همیشه سالم و سلامت در کنار خانواده بترکونید و پلهای ترقی رو برید بالا و به امید پیروزی و آزادی کشورمون. خیلی دوستتون دارم. مثل همیشه عید دیدنی میرید یا نه؟ آیا اصلا با خانواده میرید خونه عمو عمه خاله دایی یا آیا عمه عمو خاله دایی میاد خونتون؟ چه سوالای مسخره توی عید دیدنی ازتون میپرسن؟ آیا از این سوالا خسته شدید؟ من یه استوری گذاشتم که برای من سوالای چرت و پرتی که تو عید دیدنی ازتون میپرسن، 100 سال یه بار میبیننتون، اصلا هیچ ربطی بهشون نداره و باز اون سوالا رو میکنن رو برای من توی استوری توی کوشن باکس بفرستید که بریم با هم یکی سوالا رو ببینیم که عجیب ترینش و مسخره ترینش کدوم سواله. پس یادتون نره که ویدیو رو حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، یادتون نره زنگوله رو بزنید، کامنت انگلیسی فراموش نشه، اینستا و توییتر منم این بالا میاد، حتما فالو کنید. شدیم 1,700,000 نفر. ممنون از تمام حمایتاتون توی اینستاگرام، ولی همینطور فالو کنید دیگه، پیش به سوی 2,000,000 شدن. عاشقتونم. بدون معطلی بزنید بریم سراغ ویدیو. Let's go. چند سالته؟ بهت نمیخوره. حتی نمیدونن اعضای اون خانواده چند سالشونه. میرن عید دیدنی، تازه سلام خوبی چند سالتونه؟ پدر سوخته اصلا 25. میرید عید دیدنی اطلاعات اضافه کنید، مثلا بگی آقا مثلا من فلان درسو خوندم، شما مثلا چیزی راجع به این موضوع میدونید، چه ایده قشنگی اومده واسه پیشرفت جهان، پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت فلان. چند سالتونه؟ به تو چه چند ساله؟ چرا یه 18 یا 19 دیگه؟ ازدواج نمیکنی؟ چرا؟ نکنه خواستگار نه؟ این چه حرف زشتیه؟ آخه ازدواج اینجوریه که مثلا شما نشستید اینطوری، یه وقتشه برم ازدواج کنم، برم ازدواج کنم. پدر سگ، کیس مورد نظر باید بیاد، ببینی با یکی آشناشی، دوستش داشته باشی و از همه لحاظ بهت بخوره، بعد بری ازدواج کنی. گوشی که نمیخوای بری بخری، میخوای بری یه نفر رو پیدا کنی که تا آخر عمر باش زندگی کنی. نکنی خواستگار نداری؟ عزگل شاید 20 خواستگار داره، همه رو رد کرده. تو از کجا میدونی آخه؟ پدر سوخته. چه خبر؟ همه خوبن؟ مامان بابا خوبن؟ در صورتی که مامان بابا جلو روشونن. مامان بابا جلو روشون؟ بله خوبن مامان. اینا آخه دیگه ببینید، دیگه صحبت کم میارید. این دیگه چه خبره خیلی بده. یعنی واقعا موقعی که این دیگه چه خبر اومد تو ذهنتون، مکالمه رو قطع کنید. یعنی شما دیگه هیچ حرفی با طرف مقابل برای گفتن ندارید، حتی اصلا کاری به ادیدنی ندارم ها، پشت تلفن بیرون یکی یه اتفاق میفته. به به، سلام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ خانواده خوبن؟ قربان شما، ممنون. بابا اینا چطورن؟ بله مرسی، ما هم مشغولیم دیگه، سر کار و بدبختی و دنبال یه لقمه و اینا. بله بله قربان شما، خیلی خوشحال شدم دیدمتون. دیگه چه خبر؟ دیگه چه خبر و مرگ؟ این دیگه چه خبر که میاد، یعنی شما دیگه هیچ حرفی واسه صحبت کردن ندارید، گم شید. چرا سرت تو گوشیه؟ خب حتما تو خیلی فامیل بورینگ و رومخی هستی که وقتی تو جمع نشستن تو انقدر بورینگ و رومخی که طرف سرش میکره تو گوشی و ترجیح میده ریلز ببینه و یوتیوب ها رو نگاه کنه. خوبی الهی دور همتون بگردم که ویدیو ها رو نگاه کنید، دور تک تکتون بگردم. دوست دختر داری؟ حالا این اگه مثلا عمومینا بیاد بعد مثلا با پسرعموم یه گوشه ای نشستیم داریم چیل میکنی، اوکیه این سوال که مثلا آبا کسی دوست شدی داشتم خوبی زید میت داری یا نه. ولی که تو جم مثلا یه عمت بپرسه دوست دختر داری، آخه تو جم جلو بابا و مامان من تو میپرسی دوست دختر داری؟ پدر سوخته، خجالت نمیکشی؟ تو شوخی و خنده میندازی که مثلا بگی پسرمون بزرگ شده طوری نیست که دوست دختر. چقدر عیدی گرفتی؟ میخوای چی کار؟ میخوای مثلا بگیری برام سرمایه گذاری کنی؟ میخوای برام کریپتو بخری؟ میخوای بریزی تو کار بساز بفروش؟ حالا یا 50,000 تومان یا 500,000 تومان یا 5,000,000، چی کار داری؟ چقدر عیدی گرفتی؟ خب من نمیفهمم این سوالای دریوری و از کجا میاد. چقدر لاغر شدی؟ آخ آخ، واژه چقدر لاغر شدی یا چقدر چاق شدی زشت ترین چیزیه که یه نفر میتونه به یه نفر دیگه بگه. آخه تو رو سننه، به تو چه؟ چی کار داری؟ اصلا یه سری مشکلات دیار تو
زندگیش داره نتونسته درست غذا بخوره مثلا، یا مثلا یه سری مشکلات پیش اومده، یه جایی بوده که مثلا نتونسته درست غذا بخوره، یا با یه سری مشکلات دست و پنجه لاغر شد. یه بعضیا هستن مثلا با استرس استراب اینا اصلا اشتهاشون بیشتر میشه، بیشتر غذا میخورن، یا اصلا استعداد چاقی دارن. به تو چه زشت بیرید به یه نفر میگید وای چقدر لاغر شدی، پارسال اینقدر نبودی یا چقدر چاق شدی؟ خب پدر سگ زشت این حرف، خجالت بکشید. به شما ربطی نداره کی وزنش چقدره یا چقدر لاغره یا چقدر چاقه. هر کسی آقا یارو اومدی بعد یه سال دو سال دیدی، به تمرکز کن، چاق سلامتی کو گم شو. از شغلت درآمدی داری؟ درآمدت چقدره؟ اینم در رده دوم بدترین سوالاتیه که میتونید از یکی بپرسید، یعنی بعد اون چقدر چاق شدی، چقدر لاغر شدی، چرا چاق شدی، چرا لاغر شدی، درآمدت چقدره، مگه اومدی خواستگاری، مگه طرف اومده خواستگاری دخترت که میپرسی چقدر درآمد داری. خیلی واقعا بچه‌ها یه سری سوالات شخصی رو تعارف نکنید. حالا میخواد عموتون باشه، حالا عمو بزرگه باشه، یا دایی بزرگه باشه، یا بزرگ فامیل باشه، جواب ندید، بزنید اون کانال. مثلا یا ببخشید من گوشیم داره زنگ میخوره الان میام، میرید و جواب نه. دوست ندارید جواب، اگه دوست دارید که جواب بدید، اگه دوست ندارید با هیچ کس تو هیچ زمینه ای رو درواسی نکن، جواب نه. آقا درآمدم یه چیز شخصیمه نمیخوام بگم. یعنی چی که میپرسی درآمد چقدره؟ عزیزم آیدی اینستا چیه؟ دوبار که تو روشون میخندی رو میدی بگو بخند میکنی سری؟ عزیزم راستی من تو اینستا ندارم اتا، آیدی چیه که برم فالوت کنم زیرو بم تو بکشم بیرون، فالوینگ فالوئراتو ببینم، از تو اونام باز فوزیلی کنم ببینم با کیا دوستی، برم یکی یکی اونا رو فالو کنم بتاوم تو رفیقات. آخه به تو چه آیدی اینستاش؟ اگه آیدی قرار بود شما اینستا همو داشته باشی، تا حالا 100 بار قبلا به تو ریکوست داده بود، یعنی قبلا همو فالو کرده، عید قبلی همو فالو می‌کردی، الان دوباره ای راستی عزیز من اینستاتو ندارم، اینستا چیه؟ به تو چه چیه اینستاش؟ پدر سوخته، تو چی کار داری؟ تو چی کاره ای؟ چی کار حسن داشتم؟ سربازی چطور میگذره؟ بعد خودش هم چطور باید بگذره؟ و منی که دارم مسافرت و خانوادمو ترک میکنم برگردم پادگان. آخه عزیزم اشاره تمام کسایی که سربازی هستن و روز عید و پیش خانوادهشون نیستن، امیدوارم که هر چه سریعتر این تایم بگذره و سریع برگردم پیش خونه. بچا سربازی من خودم قرار بود برم سربازی سال 88 یا 9 فکر کنم، یادم نیست دقیقاً 88 رفتم که برم سربازی، یعنی رفتم بندر عباس پیش بابام اینا. بعد قرار بود که مثلا یه جوری داشتم آشنابازی و اینا، یه جوری که صبح تا زور برم و بتونم عصر خونه باشم، ولی خب یه چیزی بود، یه اتفاقی رخ داد که به طور خیلی عجیب غریبی من معاف شدم و اون روز فکر کنم بهترین لحظه زندگیم بود و الان از دو سال نجات پیدا کردم. حالا یه اخباری هم هست که میاد میگن میخوان سربازی اجباری رو بردارن، هر کسی که علاقه داره و بعد 5 سال که خدمت کرد شروع میکنه حقوقای بالا و درجه و این داستانا، امیدواریم که اینطوری بشه و اختیاری بشه. ناخوناتو کجا کاشت کردی؟ ریده توش، در حالی که ناخونای خودم فقط تر زدم، از حسودی زر میزنه. واقعا یه سری چرت و پرتایی که میگن، مثلا همون قضیه چقدر لاغر شدی، وای مثلا چرا اینجوری شدی، غذا نمیخوری، حالا طرف مثلا داره ورزش میکنه، رژیم خفن گرفته، بدنو تراشیده، خوشگل ساخته، بعد میاد میگه حالا خودش یه لقمه دیگه میخورد منفجر میشد میترکید، از چاقی داره نفله میشه، بهم میگه چقدر لاغر شدی، بی جون شدی، تو 70% بدنت چربیه، قند و کوفت و هزار تا مرگ داری. مثلا این بنده خدا که گفته ناخوناتو کریده توش، یارو ناخونا خودشه، انقدر جنسش خوب بوده که فقط روش تر زده، بعد از حسودیش میگه که مثلا ای کجا رفتی ریده توش و فلان و اینا. بس کنید، من که خودم اینجوری نیستم که بگم بدم میاد از فامیل و فلان، نه خیلی از فامیلای نزدیکم هستم که دوست هم دارم، ارتباط هم داریم، تو اینستا هم صحبت میکنیم، ولی مثلا این تو داستان عید و تبریک عید و اینا، من فقط دوتا خواهرام و داداشم از من بزرگترن دیگه، همیشه بهشون زنگ میزنم تبریک میگم، مامان بابامم که جای خود دارم، اونا که اول زنگ میزنم، ولی یه سری خانواده و فامیلا هستن. حالا من که رفتم بیرون از ایران نیستم و مثلا به مامان اینامم که زنگ میزنن تبریک بگن، اینا مثلا دایی چه میدونم عمو کوچیکه، دایی کوچیکه، نمیدونم خاله عمه فلان اینا، خدا رو شکر من نیستم. گوشی گوشی فرشاد میخواد تبریک بگه، فرشاد بیخود کرد، فرشاد غلط کرد، فرشاد نمیخواد تبریک. آخه چیه هر سال سلام
خوبین؟ عیدتون مبارک، سال خوبی داشته باشید. خب که چی مثلا حال بعدش دوباره خداحافظ و یه سال بعد من بابا مامانم و همش میبینم، خواهر برادرامو همش میبینم، حالا یه احترامی هم هست و تولدها و عیدا و روز مادر و روز مرد و اینا رو تبریک میگیم، چون همش فامیل درجه یکی خونی منه و همش داریم همو میبینیم، همش با هم در ارتباطیم، این اوکیه. ولی یکی که سال یه بار دو سال یه بار میبینی طرف های علی سلام عید مشتاق دیدار نمیدونم عیدتون مبارک ایشالا سال خوبی داشته باشین، صد سال بهزه این سال ها، برو بابا. مخصوصا الان مردم اینقدر دیگه بدبختی دارن و فکرشون درگیر و هزار تا جا طرف فکرش درگیر، حالا بیاد وای نکن زش نشه یارو ناراحت نشه، برو بابا اینا رو بریزید دور، فقط بابا مامان خواهر برادر تمام مهمترین اشخاص زندگیتون اینا، پدر مادر خواهر برادر. ترافیک نبود تو راه، وای عجب سمیه اونی که اینو نمیشه که چی هستن، ترافیک نبود تو راه چیه، حالا یا ترافیک بود یا نبود، ای بیرون شلوغ بود اومدین تو راه داشت، یعنی دیگه حرف واسه گفتن ندارن بزنن، واسه داشتید میومدی ترافیک نبود، چرا اتفاقا یک عدد 206 سفید و یک پاترول مشکی خیابون 35م یه ذره راهمون رو بسته بودن، اونجا 2 دقیقه علاف شدیم. ایول اجازه بدید یادداشت کنم 206. آخه به تو چرا اصلا باید همچین سوالی بپرسید؟ یه بار ازم پرسیدن تو چرا اینقدر بزرگ شی؟ خب بزرگ نشه، همونقدر تو قنداق بمونه یا مثلا همجوری 10 ساله بمونه. بعد توی مثلا یه برهه‌ای هم از طرف پرسیدن که مثلا رشد مخصوصا پسرا 13 14 سالگی تا 16 تو این دو سال یهو استخون میترکونن قد و هیکل یهوریش و مثلا این عجیب غریبی. یه سری از پسرای فامیلمون مثلا پسرای دختر داییام که مثلا آخرین باری که من دیدمشون کوچولو بودن، مامانم رفته بود شما بعد من ویلا اینا رفته بودم با هم عکسا رو دیدم، ماشاءالله ماشاءالله همه قد بلند، مثلا مامانم گفت این فلانیه، گفتم چی؟ واقعا؟ میگم آره به خدا، گفتم یا خدا ماشاءالله چقدر بزرگ شدن باریکلا. و اینکه سوال میپرسن تو چرا اینقدر بزرگ شدی؟ خب نذاشتنش تو فرکه، مثلا بیکینگ پودر نزدن بهش که بزرگ شدی، آدم بزرگ میشه، من نفهم آقا چه سوالی از طرف پرسید. کی بچه دار میشی؟ مثلا رفتن خونه یه زوجی، مثلا تازه مثلا 2-3 سال ازدواج کردن یا 1 سال حالا هر چی، کی بچه دارش توی تاریخ نوشتیم که فلان شب چیز کنیم و که بچه‌ام آخه مثلا بیا توضیح بده که ما اون شب قرار گذاشتیم که بچه دار شیم، سال دیگه حدودا 10 ماه یه ماه و نیم دیگه که دست به کار شیم، 10 ماه و نیم دیگه ان شاء الله بچه میرسه خدمت تو، فقط آدرس تو همون قبلی اسمو بفرستیم. آخ چه سوالیه میکنی، طرف هر موقع صلاح بدونه بچه دار میشه، چرا اصلا نخوان بگن، چرا اصلا یه مشکلی داشته باشن که اول باید رفعش کنن، شاید اصلا توی دوره، چون یه سری الان علم قبل پیشرفت کرده، قبل از اینکه مثلا یه زوجی بخوام بچه داشن یه سری تجویز، یه سری ویتامین، یه سری چیزا رو دکتر ممنوع میکنه خوردنشون و سری چیزا اضافه میکنه به رژیمشون، خیلی خفن شده برای اینکه بچه 100% سالم و تمام ویتامینا و پروتئینا و همه چی رو پدر مادر داشته باشن، اینجوری شده. تو بیا از طرف پرسی به تو چه کی بچه دار میشن، فردا بعد از ظهر اقدام میکنن انشالله تا 9 ماه و 2 روز دیگه میرسن خدمتتون. آقایون و خانمایی که میرید عید دیدنی، برید چاق سلامتیتون رو بکنید، یه خوشوبش بکنید، نرید تو زندگی تا نخواهید همون لحظه که میرسید بعد یه سال طرف رو دیدید تا اینجا دستتون رو نکنید تو زندگی طرف، سری سه همطوری برای خوشوبش کردن سری سوال بپرید کوچیک ری سطحی چیزی که اشکال نداره طرف ناراحت نشه، بعدم برید خونتون تا سال بعد. بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو کلی لذت برده باشید، یادتون نره که حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، یادتون نره زنگوله رو هم بزنید، اینستا توییتر منم این بالا میاد، حتما فالو کنید. بریم امسال واسه 1 میلیونی یوتیوب و 2 میلیونی اینستاگرام عاشقتونم، به زودی با ویدیوی بعدی میبینمتون، فعلا پیس.